این سازشش با حکومت ها و تئوری دوران و مرحله ای کار کردن و غیره، خب اینا مشخصات تودیزم یا مش چریکی مبارزه مسلحانه و غیره معتقده. بحث سر اینه که در قدم اول بحث اینه که وقتی ما میگیم کمیسیون کارگری، چه چیزهایی رو به عنوان وجوه مشخصش فوری تو ذهن میاد، با چه کلماتی میشه توصیفش کرد کمیسیون کارگری چیست، به طور خیلی به اصطلاح فشرده‌ای و خیلی نمادینی، به طور خیلی سمبولیکی با چه کلماتی میشه گفت کمیسیون کارگری چیه، وجوه مشخصش چیه. اولین چیزهایی که اینجا به اصطلاح میشه تو این لیست شمرد، قبل از همه و اول از همه پراتیک بودن کمونیسم کارگری به عنوان یک بینش، یک کمونیسم عملگرا و پراتیسیان و دخالتگر، این جنبه مهمی که خیلی از جنبه‌های دیگر هم توضیح میده، من اینو حالا باز میکنم، ولی در کنار این و بر همین مبنا انسانگرایی کمونیسم کارگری، اینکه افراطی ماکسیمالیسته، بی تخفیف و بی سازش حرف میزنه، اینها همه ویژگی های کمونیسم کارگری که خب تو کمونیسم دیگه مثلا فرض که تو تودیزم ماکسیمالیسم رو شما نمیبینید، افراطگری رو نمیبینید، همیشه نوعی میانه روی، سیاست کجدار و مریض با دولت ها، یه نوع تاکتیک به این معنا که حالا نوبتش نرسیده الان بعد این کارو کرد این کارو کرد، اینا توش هست. کمونیست کارگر اینطوری نیست، طوری حرف میزنه که گویا همیشه به اصطلاح حرف آخرش اول میزنه و کاملا از این نظر ماکسیمالیسته، از این نظر افراطیه. ولی در حال همونطور که گفتم، من همه اینا اینجا واردش نمیشم مفصلا بحث کنیم چون وقت نداریم، ولی از سر همین پراتیک بودن کمونیست کارگری اگه شروع کنیم مثلا جنبه‌های دیگه هم خودشو نشون میده. اساس پراتیک بودن کمونیست کارگری بر این اساس که خود مارکس میگه، اون گفته معروفش تو تزار فورباخ که فلسفه تا حالا فلاسفه دنیا رو تفسیر کردن، توضیح دادن، در حالی که بحث بر سر تغییر جهانه و کمونیسم به این معنا کمونیسم یک تئوری تغییر جهانه، یه تئوری نیست برای اینکه دنیا رو جور و معینی فقط تعبین میکنه که خیلی از کمونیست ها اینطور فکر میکنن که خب کمونیسم معتقده که مثلا فازهای مختلف تولیدی هست، کمون اولیه، بردهداری، فئودالیسم، سرمایه‌داری، سوسیالیسم، اینا تو تاریخ طی میشن و ما هم الان تو چه مرحله‌ای هستیم، تو چه فازی هستیم، تو چه دورانی هستیم، اینو تعبین جهان و دترمینیسم هم توش میاد به این معنا که خب همه چیز از پیش مقدره، این فازهای تاریخی باید طی بشن و بعد از سرمایه‌داری بالاخره نیروهای مالده روش میکنن و سوسیالیسم میاد، همونطور که بعد از فئودالیسم سرمایه‌داری اومد، بعد از سرمایه‌داری هم سوسیالیسم میاد و به این ترتیب کمونیسم تبدیل میشه به تئوری تبیین تاریخ، مرحله بندی تاریخ، جهانبینی تاریخی و تعریف و تفسیر دنیا. کمونیسم کارگری اینطور فکر نمیکنه. کمونیسم کارگری میگه کمونیسم علم تغییر همین دنیا هست، مبارزه علیه سرمایه‌داری برای اینکه بالاخره به سوسیالیسم برسیم، برای اینکه سرمایه‌داری رو نفی کنیم و به همین خاطر، به خاطر همین پراتیسیان بودنش، یک پایه این پراتیسیان بودن کمونیسم کارگری اینطور میشه گفت، یک پایه‌اش این است که کمونیسم کارگری دترمینیست نیست، معتقد نیست که در تاریخ یک فازهایی میان و میرن و کی میشن و بالاخره نوبت ما فرا میرسه. اساس بحث اینه که ما چه باید بکنیم و چطور باید کار بکنیم. این رو حالا تو بخش بعد رو بحث اراده صحبت میکنیم، ولی در هر حال نکته اینجاست که ما کمونیسم رو علمی میدونیم برای اینکه وضعیت امروز دنیا رو تغییر بدیم و این باید تصمیم گیری کرد، باید سازمان داد، باید حزب درست کرد، باید دخالت کرد، باید مبارزه کرد. اگر این اتفاق نیفته چیزی تغییر نمی کنه. بنابراین جبر تاریخی به این معنا که خود مکانیزمی در تاریخ هست که گویا چرخ تاریخ رو به جلو میرونه و میرسونه به مرحله سوسیالیسم، این کلن ما باش مخالفیم و این رو یک شاخه از مثلا کمونیسم دترمینیستی، کمونیسم بورژوایی میدونیم که دقیقاً برای اینکه بی عملی رو توجیه کنه، برای اینکه
اراده نکنه که وارد تاریخ بشه و شرط تغییر بده، این تئوریو میاره که خب تاریخ مقدر است، تغییرات تاریخی و تحولات تاریخی به خاطر رشد نیروهای مولد و غیره خود به خود اینها اتفاق میفته. بنابراین این یک جنبه از به اصطلاح پراتیک است. جنبه دیگه پراتیک در انسانگرایی کنسکارگری خودشون نشون میده. انسانگرایی به این معنی که امر ما تغییر زندگی انسان هاست، زندگی انسان های همین نسل همین دوره و به این معنا مبارزه برای ما مبرم و فوری است. از اون سر که نگاه کنیم، باز کسی که کمونیسم به عنوان تفسیر و توری مراحل تاریخی میدونه ممکنه بگم خب انسان ها الان موقعش نرسیده، الان زمانی نیست که رها بشن، چون الان هنوز نوبت ما یا دوره تاریخی ما یا اون مرحله‌ای که ما دخالت کنیم در تاریخ نرسیده. ما از اینجا حرکت نمی‌کنیم، کمونیست کارگری از اینجا حرکت نمی‌کنه. کمونیست کارگری از این مشاهده حرکت می‌کنه که بخش عمده‌ای از جمعیت جهان امروز گرسنه است، تحت انواع تبعیضات استثمار میشه، فقیر، تولکندگان اصلی ثروت جامعه محروم‌ترین بخش جامعه هستن تو هر جای دنیا، تو هر کشوری، و بنابراین بلند شدن و تغییر دادن این وضع نقطه آغاز کمونیست کارگری. نفس وجود استثمار یعنی همین امروز باید بر بیفته، نه اینکه استثمار یه ضرورت تاریخی داره که اون هست و باید این ضرورت رو انجام بده تا بعد وارد وظیفه تاریخی دوم یا رسالت تاریخی دومش بشه. ما اینطوری فکر نمی‌کنیم و فکر می‌کنیم اصلا کمونیست مارکس اینطوری فکر نمی‌کنه. کمونیست مارکس اصلا بر سر دخالت انسان‌ها است، چه در رشد اقتصادی هم حتی خود به خود اتفاق میفته. اساس رشد نیروهای مولده یا تحول اقتصادی در تاریخ در جامعه سرمایه‌داری وقتی صحبت میکنیم رقابت هست، و این رقابت باید شرکت‌های معینی، انسان‌های معینی، عنصر ذهنی و فعال تاریخ به اصطلاح حتی در اقتصاد هم باید وارد بشه. اگر این انگیزه و خواست سوداوری و رقابت از سرمایه‌داری بگیرید، خب چیزی رشد نخواهد کرد. حتی به این معنا ما معتقدیم که رشد اقتصادی تاریخ هم به اراده انسان‌ها گره می‌خوره و به حرکت انسان‌ها گره می‌خوره، چه برسه به تغییرات سیاسی و اجتماعی در تاریخ. به این معنا هم وقتی که می‌بینید پراتیسیسم کمونیست کارگری، عملگرایی کمونیست کارگری از سر انسان‌گراییش هم وارد میشه. دقیقاً چون فکر می‌کنیم ما وضعیت زندگی انسان‌های نسل حاضر در همین دوره باید عوض بشه، اساس کمونیسم رو میذاریم تغییر این وضعیت و در نتیجه پراتیک در راه این وضعیت. از اینجا ما وارد اراده گرایی هم میشیم. کمونیسم کارگری به معنا کاملا اراده گراست، به معنی کاملا مثبت کلمه اراده گراست، و لنین و لنینیسم نماینده این اراده گرایی میدونیم. به این معنا که ما دنبال چیزی میشیم که میخوایم، دنبال کاری میریم که میخوایم، تغییراتی که میخوایم اتفاق بیفته، نه تغییراتی که گویا بنابر یک تئوری یا عقیده‌ای زمانش رسیده یا میشه کرد یا نمیشه کرد. هزار و یک تئوری برای ما بیارن که بگن امروز نمیشه مثلا برای آزادی طبقه کارگر مبارزه کرد، یا امروز هنوز وقتش نرسید که استثمار رو بر بندازیم. ما اینو قبول نمیکنیم. نقطه حرکت ما مقابله مبارزه علیه استثمار، همونطور که نقطه حرکت جنبش کارگری هستن اینه. شما برید به یک کارگر بگید مهم نیست، بذار استثمار بشو، فعلا تاریخ اجازه نمیده عوض کنیم وضعیت رو، خب به شما میخنده، میگه من کاری ندارم شما چه توری داری، من الان از نظر تأمین زندگی، معیشتم، منشیت خود خانوادم مشکل دارم، مسئله دارم، باید زندگی ما ارتقا بدم، نمیتونم تحمل کنم این شرطو، باید مبارزه کنم. اگه مبارزه نکنم که دستمزدم اضافه نمیشه، هیچی، همین دستمزدم نمیدن، همونطور که تو ایران الان داره اتفاق میفته. میخوام بگم خود جنبش کارگری اینطوری حرکت میکنه، توری کمونیست کارگری هم که توری راهی طبقه کارگر هست دقیقا از این نقطه حرکت میکنه. اگه درد هست، اگه مسئله هست، مبارزه برای اون علیه اون درد و مسئله در دستور ما هست، و به این معنا باید بلند شد و این کارو کرد. اراده در تاریخ به این معنا نقش تعیین کننده پیدا میکنه. نکته دیگه این هست که و این اراده گرایی همونطوری گفتم لنین و لنینیسم محورشه.
همونجوری که گفتم خیلی خلاص این تیکه رو بگم، بحثی نیست که تاریخ چی میخواد یا گویا مشیت تاریخی یا قدرگرایی چی به ما دیکته میکنه، بس اینه که خودمون چی میخوایم، انسان ها چی میخوان و انسان ها باید بلند بشن و این وضع رو تغییر بدن. ما معتقدیم که خب به اصطلاح نوبت ما فرا رسیده. ببینید معمولا میگن که مثلا انقلاب شوروی شکست خورد چون زود بود، یا الان در ایران نمیشه انقلاب سوسیالیست کرد، زوده دیره. ما با اینا مخالفیم. ما میگیم علل عموم نوبت سوسیالیست فرا رسیده. ممکنه 200 سال پیش وقتی تازه بورژوازی به قدرت رسید بگید زوده، در حال اونم بحث دیگری است، ولی در هر حال امروز در قرن 21 که سرمایه همه دنیا رو برداشته و تمام جوامع در واقع نظام سرمایه برشون حاکمه، دیگه زوده رو ما نمیفهمیم. به معنی تاریخی زمان سوسیالیسم فرا رسیده. از نقطه نظر انسانی نگاه کنید، ما میگیم اگر زمان تاریخ توری است که کسی مثل مارکس رو پرورده و کسی مثل مارکس تئوریاش آورده، و اگه تئوری هست که احزاب کمونیست در همه دنیا ایجاد شدن و میلیون ها انسان به خودشون میگن کمونیست، انقلابات تحت این پرچم شده، بنابراین دیگه زمانش فرا رسیده دیگه. اگه زمانش فرا نرسیده بود، من و شما به خودمون نمیگفتیم کمونیست. به یه معنا آفتاب آمد دلیل آفتابه. اگر انسان هایی هستن که میخوان بلند بشن و استثمار رو بر بندازن، زمان برانداختن اسم ما فرا رسیده. اگر اینطور نبود تئوریش هم نبود، همونطور که تو قرون وسطا یا دوره بردهداری خب تئوری کمونیسم رو نمیدیدید. و از اون سر وقتی نگاه میکنید، این که میگن مارکس میگه که تاریخ پنج شیوه تولیدیه، نمیدونم کمون اولیه، بردهداری، فودالیسم، سمبل سوسیالیسم، مارکس فقط اینو نمیگه و ما فکر میکنیم کلا این یه نوع تقسیم بندی دوگماتیستی و سیاسفید و جزمی تاریخه. تاریخ متحول تر از این حرف هست. بخصوص مارکس وقتی صحبت میکنه از دوره هایی شروع میکنه، دورهی که بهش میگه دوره انقلابات، دوره هایی که یک نظام اقتصادی یا رشد نیروی مولده با مناسبات اقتصادی به قول مارکس به تناقض میسه و دوره انقلابات شروع میشه. و اون دوره ها هست که اتفاقا دوره های مورد تاکید ماست. اون دوره ها هست که طبقات بلند میشن برای اینکه سرنوشت تاریخ رو عوض کنن و نظام های موجود رو از پایه تغییر بدن. ما الان در یکی از اون دوران های هستیم، دورانی که سرمایه داری به ته خط رسیده و بحرانش همین امروز همه داریم تو همه گوشه کنار دنیا مشاهده میکنیم. بنابراین بس بستر دوران سرمایه داری هست یا فئودالی هست یا رعیتی هست یا غیره نیست. حتی اگر این تقسیم بندی اسکولاستیک هم بپذیریم، بس اینه که همین نظام ها دوچار تحول و دوچار تناقضات پایه‌ای در خودشون میشن و اونجا هست که دیگه اراده اساسی است. اونجا هست که حزبیت، اونجا هست که دخالت انسان ها، اونجا هست که مبارزه تعیین کننده هست. ما الان تو این دوران هستیم. از این سر نگاه کنید، بنابراین پراتیزم، تغییر زندگی فوری انسان ها، سوسیالیسم همین امروز، دخالتگری، تمام اینا دوباره میاد تو دستورتون و میاد میشه وجوه مشخصه کنسول کارگری که داریم ازش صحبت میکنیم. یه نکته دیگه که اینجا الان وقت من کمه، بعد سریع برم. یه نکته دیگه این هست که تئوری چطور توده‌ای میشه، چطوری چطور تودگی میشه. ما فکر نمیکنیم در سطح اجتماعی با مارکسیست شدن افراد یا کمونیست شدن افراد تئوری اجتماع میشه. پس این یک امر سیاسی، یعنی جامعه در یک کمونیسم رو باید به عنوان یک آلترناتیو سیاسی در دسترس خودش داشته باشه تا با اون متوسل بشه. همونطور که لیبرالیسم، مذهب، اسلام سیاسی همین امروز، ناسیونالیسم، اینها همه با بردن تئوریاشون و قانع کردن مردم نیست که نیرو جمع میکنن. در یک شرایط سیاسی که مردم بلند شدن برای تغییر اوضاع، اینها پرچم اون تغییر میتونن به دست بگیرن و نماینده اون بشن. حتی اسلام سیاسی در انقلاب 57، خمینی در انقلاب 57 تونست بیاد به عنوان نماینده ضدیت با شاه خودش مطرح کنه. حالا کاری ندارم بورژوازی جهانی هم طرف پشتش و مردم اینو یک سیاستی، یک خطی دیدن که میتونه از شر شاه خلاصشون کنه. تو نبود که مردم چون خیلی نمازخون و قرآن خون بودن یا به بحث‌های فلسفی مثلا آیت الله منتظری یا خامنه‌ای قانع شده بودن دنبال اون رفتن. ناسیونالیسم هم همینطوره، رفورمیسم هم همینطوره، کمونیسم هم همینطوره. کمونیسم باید به عنوان یک جنبش سیاسی به عنوان نمیشه که راه حل داره برای آزادی طبقه کارگر و برای آزادی بخش همه بخش جامعه، همونطور که گفتیم بتونه از نظر سیاسی در جامعه حضور پیدا کنه، در دسترس باشه، تا در تون پیچ های تاریخی، در مبارزات، در جنبش ها، در انقلابات، تا
توده کارگر و توده مردم بتونن انتخابش کنن. به این معنا ما میگیم کمونیسم